بچه سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز من اومدم دوباره با یک ویدیوی آشپزی، دوباره که دیگه فقط یه دونه دیگه قبلا داشتم، اونم دستور باقلوا بود که خیلی خوشمزه است، خیلی راحته، خیلی خوبه. اونو اینجا لینکشو میذارم برید نگاه کنید. ولی امروز اومدم با دستور اوتمیل و کسایی که توی اینستاگرام منو دنبال میکنن میدونن که چه ماجراهایی داشتم تا اینکه بالاخره من بتونم اوتمیل رو بخورم، به خاطر اینکه حدود تقریبا کمتر از یه سال پیش به پیشنهاد یک دکتر تغذیه که برای من رژیم نوشته بود به من گفت مثلا تو باید صبح اوتمیل بخوری. بعد من تا حالا اوتمیل نخورده بودم و اون مدلی هم که حالا موقع درست میکردم واقعا چیز افتضاحی بود، اصلا نمیتونستم بهش لب بزنم. با اکراه نخور عزیزم، با اکراه نخور، این بهترین غذا. آها، عالی ترین چیزیه که تو میکسی که تو عمرت خوردی. ببین حالا کاری نداره، ولی این خیلی بدمزه است. خب این من فکر میکنم که یک روشایی باید واسه خوشمزه تر کردنش باشه. بعد دیگه یه چند ماه من با عذاب اینو میخوردم تا اینکه رسیدم به این مدلی که الان درست میکنم، چون کم کم این مثلا یه ذره از این یه ذره از اون بهش اضافه کردم و خیلی خوشمزه شد و الان یه جوری شده منی که اصلا قیافه اوتمیلو میدیدم میخواستم واقعا بالا بیارم، الان اصلا بهش خیلی نزدیک صبح از خواب پا میشم. ولی یه چیزی بهتون میگم، اوتمیل یه چیزیه مثلا این که بگی سالاد، خب خیلی مدلای مختلف میشه درستش کرد، ولی این اون چیزیه که واقعا من بهش معتاد شدم و خیلی خوشمزه است، خیلی مقویه و خیلی هم سالمه. من فکر میکنم چون این چیز بدی توش نداره. مواد لازم اوتمیل، شما من چیزایی رو میگم که اینجا ما تو آمریکا موجود داریم، حالا دیگه شما اگه جای دیگه هستیم مشابه اینا رو پیدا کنید دیگه. من اولد فشن اوتمیل میگیرم، از اینایی که کویکه و سری میپزه و میذاری تو مایکروویو و اینا نمیگیرم، چون که به این نتیجه رسیدم که اینا خوشمزه تره. خب بعد من 3 پیمونه پلوپز، حالا شما پیمونتون میتونه هر چیزی که میخواین باشه، نسبتاش مهمه دیگه، 3 پیمونه اوتمیل میریزم تو قابلمه. بعد من اوتمیلمو با شیر بادوم میپزم. شما اگه بخواین میتونین با آب بپزین، بعدن موقع خوردن یه ذره مثلا شیر بادوم قاطیش کنین یه خورده شلتر بشه مثلا اونطوری بخورین، ولی من اینجوری بیشتر دوست دارم که اصلا با شیر بادوم بپزم و شیر بادومی هم که من میگیرم شیرین نشده است. اینو حتما حواستون باشه چون شیرین شده هاش خیلی بدمزه. خب بعد به ازای هر یه پیمونه اوتمیلی که ریختم 2 پیمونه شیر بادوم میریزم. زیرش رو روشن میکنم زیاد و میذارم این فعلا اول جوش بیاد با زیر زیاد. فقط باید حواستون خیلی باشه که این جوش بیاد یهو سر میره، یعنی مثلا نگاش کنید ولش نکنید. این که جوش اومد بعد زیرش رو متوسط میکنم، درش هم برمیدارم که با سر نره و همش میذارم تا بپزه. معمولا دیگه حد اکثر یه رو بیشتر طول نمیکشه که بپزه. کلا این درست کردنش از اول تا آخر بیشتر از 20 دقیقه کار نداره، یعنی خیلی چیز راحتی. اون وقت یه هفته میخوریم واسه کسایی که سر کار میرن، مثلا چه میدونم وقت ندارن صبح هر روز صبح پاشن، اینو سریع از یخچال در میاری میخوری، خیلی هم خوشمزه است. خب حالا من به این چیزا میگم اوکی گوگل ریمایند می این 15 مینیتس تو ترن اف د very good. من اصلا امروزم به چیز به عشق این که قراره اینو بخورم هنوز صبحونه نخوردم، گفتم بذار ویدیوشو بگیرم درست کنم چون دیگه نداشتیم، بعد صبحونه میخورم همین دیگه، اونم با نهارم هم یکی میشه. اوکی حالا تا این داره کارش انجام میشه من بقیه چیزا رو آماده کنم. موز میخواین شما، من به ازای هر یه پیمونه اوتمیلی که میریزم یه دونه موز برمیدارم. اگه هر چی موزتون، حالا هر چی که دیگه مثلا پدرش در نیامده باشه ولی در این حد یه آخریش مثلا رسیده باشه و قهوه‌ای تر شده باشه، به خاطر اینکه موز شیرین تر میشه خوشمزه تر میشه. من دو تا از اینا داشتم، حالا یه دونه معمولی. موزو شما چیز کنین، حسابی خورد کنین ولی لهش نکنین. بعد دیگه ما الان باید صبر کنیم تا این بپزه
و موقعی هم که میپزه یکم این شیرش جمع میشه، ولی نذارین خیلی سفت بشه، به خاطر اینکه شما بعد که چیزای دیگه موز و نمیدونم کره بادوم زمین و اینا رو اضافه میکنین، این بقیه شیرم اینا به خودش میکشه، خیلی دیگه سفت میشه. باید هنوز یکم آبدار باشه. حالا بهتون نشون میدم موقعی که کارش تموم شد که بعد چه شکلی باشه. ولی میگم دیگه یه ربع حد اکثر اگه 3 تا پیمونه، ولی اگر مثلا 2 تا پیمونه باشه حد اکثر 10 دقیقه میپزه دیگه. خب یه کار دیگه که من میتونم تو این فاصله بکنم اینه که این پودر پروتئینم هم بریزم بندازم. من به خاطر اینکه خودم خیلی تو طول روز پروتئین نمیخورم از این اضافه میکنم، این پودر پروتئین با طعم شکلات. شما اگر نمیخوان اینو بهش اضافه کنین میتونین اصلا از پودر شکلات استفاده کنین که اون طعم شکلاتی رو بهش بده، ولی اینم باز حالا یه مقدار دیگه پروتئینی که من میتونم تو این قاطی کنم که مثلا در طول روز بهم برسه. اینم باز برای هر دو تا پیمونه اوتمیلی که میریزم یه پیمونه از این میریزم، برای همین الان که دو تا دارم، الان که 3 تا پیمونه اونجا دارم، 1.5 پیمونه از این بهش اضافه میکنم و اینم باز با شیر بادوم مردش میکنم، ولی خیلی شیر بادوم کم به این میریزم، یعنی فقط در همین حد که این آبکی بشه و از حالت پودری خارج شه. و حتما 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 اینو اول با شیر بادوم چی میگن آبش کنی، همش بزنین، بعد بریزین اون تو. دیدی؟ یعنی به موقع مچشو گرفتم و خب ببین دیگه موقعی که میخواست سر بره زیرشو یه ذره کم میکنم، همش میذارم دیگه، حواسم باید بهش باشه از این به بعد که سر نره. چی داشتم میگفتم؟ اینو اگه اشتباه کنید، این اشتباه بزرگ و مرتکب بشین و همین پودر رو بریزین این تو، تمام گوله میشه، مثل خمیر میشه و دیگه هیچ کارش نمیتونید بکنید. و موقعی که دارین میخورین همینجوری هی گوله های پودر میاد زیر زبونتون، بعد که میجوینش این پودر رو پخش، اصلا یک اتفاقی نگم براتون. اینو خاموشش کردم، یه ربعم نشد. خب دیدم دیگه آبش دیگه زیادی داره میره، شاید یه ذره آبش شیرش زیادی هم کم شد، ولی حالا اگه دیدم آخر سفت شد، یعنی شما مگه دیدی میتونی یکم شیر بهش اضافه کنی. الان کاری که هم میکنم اینه که بهش کره بادوم زمینی اضافه میکنم و اینجا شما مثلا دو تا آپشن داریم، بود همه جا دو تا آپشن داری نمیدونم، ولی مثلا کری بادوم زمینی یه مدلش هست اینطوریه، میبینی خیلی دونه هاش بزرگتر، اونجوری مثل حالت کره واقعا نیست. یه مدل دیگه هم داره این شکلیه، میبینی این دیگه کاملا مثل کره است. من این یکی رو خیلی ترجیح میدم که یه خورده اون دونه های سیر دندون بیاد و اینجا مثلا اینو شما، یعنی ما از هولفود میگیریم، همونجا بادوم زمینی ها رو میریزی، دستگاه داره چرخ میکنه در میاره، اینا خیلی چیزه، هم خوشمزه است و هم بهتر و مواد نگه دارنده نداره و این حرفا. به ازای هر یه پیمونه اوتمیلی که ریختین یه قاشق پر، ببینی یه قاشق پر این شکلی کره بادوم زمینی میریزی. بعد یه چیز دیگه که احتیاج دارین میکس نات، یعنی خودم میدونم از میکس مغز، که این توش خیلی مغزای مختلف میاد و این حالا هزار جور مختلف داره، باز اینو من از هزار تایی که امتحان کردم از همه بیشتر دوست دارم. اینو این هول فود و مثلا کاسکو اینام داشت الان، ولی الان انگار فقط دیگه آمازون داره اگه بخواین بگیرید. از اینم من باز 3 تا قاشق پر میریزم. الان شما دیگه باید خورده قوی باشین و بازوهاتون چیز باشه، اینو قشنگ با این هم بزنین، مخصوصا این میکس مغزه به خاطر اینکه سفته، اینو حسابی باید هم بزنین که این گوله گوله نباشه توی اوتمیلتون.
خب حالا که دیگه خودم هم زدی نظرم خنک شده، من این پروتئین رو بهش اضافه میکنم چون این یه ذره باز آبکی ترش میکنه، هم زدنش رو راحت تر میکنه. خب این دیگه الان یه دست شده، بعد دیگه موز رو بهش اضافه میکنم. بعد شما عسل میخواین برای شیرینیش، برای هر حالا برای اینکه کم شیرین باشه و هنوز ولی خیلی خوشمزه باشه ها، برای هر یه پیمون اوتمیل یه قاشق غذاخوری عسل، حالا اونو دیگه باز نسبت به چی میگن سلیقه خودتون کم و زیاد بزنین. من اینجوری میریزم، فرض میکنم اون یه قاشق، این یه قاشق، اینم یه قاشق، اینم برای جایزه که خوشمزه تر بشه. دیگه آخرین چیزی که شما الان احتیاج دارین برای این مرحله دارچینه. دارچین هم زیاد بریزین، که دارچین سلیقه یه دیگه، مثل نمک فلفل غذا. من دارچین رو اینم برای اینکه پودره اونم یه چیز سفتیه واسه اینکه خمیر نشه، اول یکم میریزم، هم میزنم بعد دوباره هی اضافه میکنم. یه کاری که میکنین اینه که حالا تو هر ظرفی که خودتون دوست دارین اینا رو تقسیم بندی کنین، یا اگه میخواین بریزین توی ظرف بزرگ کمر بزنین، یخچال دیگه هر چقدر که میخواین ازش بخورین. خب اینا رو من دیگه میذارم کنار، الان یکم فقط خنک شن بعد میذارمشون یخچال. ولی برای خوردنش سلیقه‌ایه، بعضی دوست دارن گرم باشه، بعضی یخچالی یخچالی دوست دارن، من هم اینجوریشو دوست دارم. هم اگر از یخچال درش بیارم مثلا 30 ثانیه میذارمش توی مایکروویو یکم خودشو ول کنه، خنک شه، چی ولرم شه، بعد میخورم. بعد شما حتما موقعی که میخواین بخورین بهش بلوبری اضافه کنین، خیلی خوب میشه. حالا باز اونم سلیقه‌ایه، میتونین پودر نارگیل اضافه کنین، یا حتی موقعی هم که داشتین من داشتم هم میزدم میتونستم بهش چیا سید هم اضافه کنم، اونه که سفتره دوستان، که اینا همه میگم اوتمیل این سالاد میمونه، یعنی مثلا شما واقعا هزار مدل مختلف میتونین به سلیقه خودتون درست کنین، ولی من اینو از همه بیشتر دوست داشتم. و اینو میل میکنید نوش جان. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اینو حتما درست کنید و کیف کنید. من میرم و شما رو توی یک ویدیوی دیگه میبینم. فعلا خدافظ.